آیان همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. شنبه شب همیهنان گرامی در شهر لس آنجلس کنسرت استاد شجریان برگزار شد در حضور چندین هزار نفر. استقبالی که از شجریان در اون شب شد بی نظیر بود به عقیده من، همونطور که در اروپا من شاهد بودم، و این نشونه احترامی است که ملت ما به هنرمندان واقعی خودشون میگذارن. یک ارکستر 15 نفری با حضور استاد شجریان و سازهایی که شجریان خودش مبدع و مبتکر اون بوده، مثل شهنواز، سبو، دل و دل، صراحی، شهبانگ، تندر، ساغر، و ارکستری که مجید درخشانی با زحمات زیاد و با کار چندین ساله، یک ارکستر جوان که اکثر این بچه ها استادن در کارش و در نواختن سازهایی که شجریان خودش اونها رو ابتکار شجریان بود. در اون شب من خیلی یاری دیدم عشق میریختن، عشقی که هم از شوق بود و هم از تأسف. تأسف از این که ما در بدترین زمان، در بدترین شرایط، هنرمندانی در سطح جهانی داریم، نه یکی، نه دوتا، هزاران، و خورشیدی مثل شجریان و ستارگانی که بی انتهاست، ولی متاسفانه با یک حکومت عقب افتاده، یک حکومت متحجر روبرو هستیم. کسانی که ساز رو، هم نواختنشو، هم تعلیمشو، هم تدریسشو، هم یادگیریشو گناه میدونن. شما با این آدم ها، آدم هایی که از منطق به دور هستن، آدم هایی که اصلا شعور درک هنرهای ظریفی رو مثل موسیقی ندارن، چگونه میتونین برخورد کنین؟ آدم هایی که خشونت و جنایت و سبعیت جزء تمام وجودشونه. داشتم با یکی از استادان موسیقی چند سال قبل، پرویز مشکاتیان، شادروان پرویز مشکاتیان، آمده بود آلمان صحبت میکردم. یک گفتگوی کردم برای رادیو صدای آلمان با پرویز. ازش پرسیدم، ساز اختصاصی پرویز مشکاتیان سنتور بود. میدونید که آهنگساز فوق‌العاده‌ای بود، کارهای بسیار جالبی کرده. یکی از کارهای فوق‌العاده‌اش ساخت یک آهنگی به اسم راست پنجگاه بود که در راست پنجگاه ساخته بود، بی نظیر بود، که بستامی اون برنامه رو اجرا کرد. از پرویز مشکاتیان سوال کردم که خب در این شرایطی که در ایران حاکم هست، آیا علاقه ای هم به فراگیری سازهای ایرانی وجود داره؟ پرویز مشکاتیان به من گفت من برای 3 سال آینده کلاسای سنتورم پره، و این نه من، بلکه همه استادانی که، همه کسانی که موسیقی ایرانی رو با سازهای ایرانی به اصطلاح علاقمند هستن جوانا یاد بگیرن، پر این کلاسا، جا نیست. و یه حرف جالبی پرویز مشکاتیان گفت، گفت ما تعداد استادانمون مثل شهناز، مثل کسایی، مثل فرهنگ شریف، حالا اسامی بسیار زیادی که من متاسفم نمیتونم همه رو بگم،
اینا معدود بودن دیگه به نسبت جمعیت در گذشته. پرویز مشکاتیان میگفت من میتونم این نوید رو به مردم ایران بدم که در آینده ای که این روزخانها دیگه وجود ندارند، ما هزاران ده ها هزار استادانی داریم در رشته های موسیقی مثل تار، قیچک، نمیدونم ستار، تمام سازهای ایرانی که ما تصورمون مثلا در گذشته این بود که چند نفر انگوش شمار ما استاد در این زمینه داریم، ولی در آینده هزاران خواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه میگفت این بچه های جوون، بچه های 8 ساله 9 ساله، پدر و مادرها اینها رو وادار کردن، شروع کردن تعلیم موسیقی ایرانی و دستگاه ها و سازهای ایرانی رو نواختن. این بچه ها با این دستای کوچکشون در زیرزمین های خانه هاشون و یا در منازلشون شب تا صبح دارن تمرین میکنن. همین چند وقت قبل بود در حضور استاد شهناز در تهران، یه بچه 9 ساله روی سبک خود استاد شهناز تار می نواخت و استاد شهناز عشق شوق تو چشاش نشون می داد. این بچه 9 ساله چنون هنری از خودش نشان داد، حیرت آور بود. این خاصیت حکومت های عقب افتاده و متحجره. وقتی که همه راه های تفریح و همه راه ها رو به روی جوان ها میبندن به اصطلاح خودشون و به روی مردم، هنر تبلور پیدا میکنه. در دوران تفتیش عقاید در اروپا که منجر به رنسانس شد و همه رشته های هنری به پیشرفت حیرت آور رسید، درست همین مسئله بود. چندین قرن فشار کلیسا، جنایات کلیسا، فشار بر مردم، بر هنر و هنرمندان سبب شد که هنر در زیرزمین ها، در بیغوله ها شکل گرفت و به اوج رسید. همون چیزی که در ایران خواهد شد، همون اتفاقی که در میهن ما خواهد رو خواهد داد. زمانی بود بچه ها، جوان ها امکانات دیگری داشتن، به دنبال تعلیم این فشارهای این رژیم عقب افتاده روزخانها که اینا خیال کردن همه را دارن در مسیر اسلام حرکت میدن، سبب شده همه هنرها، فرق نمی کنه، نقاشی، مجسمه سازی، شعر، ادبیات، موسیقی، همه داره به منتهای اعتلای خودش میرسه. اصلا حیرت آوره و این افتخاره و این یه آینده درخشان رو نشون میده. من دیدم 16 هنرمند، البته خود شجریان که استاد هم است، 15 هنرمندی که شجریان، همه جوان، همه استاد، چه کردن اون شب؟ اگر شما بگید از این چند هزار نفری که در اونجا بودن یک حرکت ناشایست از یه نفر سر زد، امکان نداشت. ندید، هیچ کس ندید. چندین هزار نفر ایرانی که اکثرشون هم جوان بودن، برای شنیدن کنسرت استاد شجریان چنون نظمی از خودشون نشوند، مثل همه جای جهان، مثل هر جایی که من در اروپا در چندین شهر شاهد کنسرت استاد شجریان، همیشه همینطور بوده. و چه آدمایی رو دیدم که اشک می‌ریختن، گفتم از شوق و غرور و تأسف.
و تأسف. اما همیهنان گرامی، در ارتباط با این مسائل من همیشه اعتقاد دارم که استبداد و ظلم و جنایت یه مرزی داره، دیگه بیشتر از اون نمیشه. چرا؟ برای اینکه استبداد بعد از یک مدتی زنگ میزنه این چرخ دنده‌هاش و شروع میکنه به ریزش. برای اینکه جنایت نمیتونه ابد و در ادامه داشته باشه، استبداد با همه امکانات که در اختیار داره، سرمایه، خشونت، زندان، لومپن، آدمایی که اون آدمای کثافتی که زندگیشون مثل مگس از کثافت تأمین میشه، اینا تا یه حدی میتونن با استبداد همراه باشن، نه همیشه. و بعد از یه مدتی به خود میان، بعد از یه مدتی احساس میکنن دیگه نمیتونن ادامه بدن و میریزن. استبداد روز به روز ضعیفتر و کوچکتر و کوچکتر میشه و آسیب پذیرتر، ولی مردم مثل چشمه جوشانن، نیروهای جوان میان، امیدهای تازه به وجود میان با همه خشونتهایی که بهشون میشه، ابتکارات جدید میاد. در محیط خفقان راه‌های بهتر زیستن پیدا میشه. سامان جان صدا زیاده، من نمیشنوم. به این دلیله که شما میبینید در خیلی از کشورها، کشورهای استبداد زده، که استبداد با تمام توانش نمیتونه در برابر ملت ایستادگی کنه، بعد از یه مدتی فرو میریزه. حتی کشورهای دیکتاتوری و استبدادی نمونه‌هاشو داشتیم، در آرژانتین، ژنرال‌های آرژانتین، سرهنگای یونان، بسیاری از این جانیان، همین شیلی، آقای پینوشه با همه قداره بندی ها سعی کردن در بعضی مواقع از احساسات ناسیونالیستی و ملی این کشورها استفاده. مثلا در آرژانتین دیدین دیگه، اون ژنرال های فاسد آرژانتینی برای اینکه ملت رو بیارن پشت سر خودشون، آمدن جریان جزیره فاکلند رو مطرح کردن، جزیره که متعلق به آرژانتینه، سالیان ساله که انگلستان اونجا رو تسخیر کرده. و از اونجا که وضع اقتصادی آرژانتین خوب نبوده، الان مردمی که در اون جزیره زندگی میکنن، اگر شما به اصطلاح رفراندوم در اونجا نظرپرسی انجام بدید، میگن نه، مدل میخواد انگلیسا باقی بمونه. این خاصیته دیگه، وقتی که یه استعمارگر میاد یه قطعه از خاک یک کشوری رو جدا میکنه، بعد از یه مدتی این امکانات که در اختیار اون مردم قرار میگیره که به طور موقته، باعث میشه که اونا شروع میکنن به این تز تجزیه طلبی رو قویتر و قویتر کردن. حالا این ژنرال های مستبد آرژانتینی سعی کردن فاکلند و وسیله قرار بدن برای ابقای خودشون، برای که به عمر کثافت خودشون ادامه بدن و یک روحیه ناسیونالیستی در مردم آرژانتین به وجود بیارن. و بعد از اینکه انگلیس قدرتمند در برابر حکومتی که هیچ نیروی مردمی پشت سرش نبود، این صحنه‌ای از جنگ فاکلند، خانم تاچر دستور داد که نیروهای انگلیس حمله بکنن به کشتی‌های جنگی آرژانتینی و یه شکست سخت، کشتی‌های آرژانتینی غرق شد، نیروی دریایی آرژانتین خسارات هنگفتی، چه جانی و چه مالی، متوجه شد. آمریکا هم سکوت کامل، چون آمریکا هرگز حاضر نبود یک دوست قدرتمندی مثل انگلیس رو فدای ژنرالای پوسیده آرژانتینی بکنه. و در نتیجه با فضاحت
نیروهای جنرال های آرژانتین شکست خوردن و همون اون باعث شد که گور خودشونو کندن و سقوط کردن. درست در یونان هم همین اتفاق افتاد. این سرهنگای یونان خیال کردن در مورد قبرس هم میتونن همین کار بکنن، چون میدونی یک روحیه ناسیونالیستی شدید در یونانی ها وجود داره که ترکای قبرس که اول به عنوان کارگر بعد یواش یواش تعدادشون بیشتر و بیشتر بعد ادعای نصف جزیره قبرس رو کردن و بعدم در زمان حکومت آقای حالا یادم میاد رئیس جمهور به اصطلاح رئیس جمهور نخست وزیر سوسیال دموکرات ترکیه قوای ترک ارتش ترکیه اومد تجاوز کرد به قبرس که فقط خودش الان اون دولت رو برسمه، فقط تنها خود ترکیه، هیچ دولتی دیگه نپذیره و قبرس رو جدا کردن از هم. همین کار برای احساسات ناسیونالیستی مردم رو در یونان و قبرس تحریک کردن باعث شد که سرهنگای یونان هم سقوط کرد. درست کاری که الان احمدی نژاد در این شرایط بسیار شکننده‌ای که جمهوری اسلامی قرار گرفته با رفتنش به ابو موسی خیال کرد میتونه این احساسات ناسیونالیستی رو، این احساسات کور ناسیونالیستی رو به جایی برسونه که تمام این کثافتکاری هایی که رژیم جمهوری اسلامی کرده اینا رو ملت ندیده بگیرن و برن پشت رژیم جمهوری اسلامی، چیزی که هرگز اتفاق نیفتاد. این روحیه ملی ایرانی ها یه چیزی دیگه است، اینی که جمهوری اسلامی بتوانه از این نیرو و توان ملی به نفع خودش استفاده کنه چیزی دیگری است. این سایت تابناک یه برنامه نشون داده دیروز و امروز در کویت، اینا رفتن یه برنامه درست کردن، نگاه کنید این صحنه، اینو تابناک نوشته، این صحنه ایست که یه عده دختر میان و نقشه ایران و خلیج فارس و دریای خزر رو نشون میدن، میچسبونن به هم دیگه و پرچم جمهوری اسلامی و بعدم ایران. خود تابناک نوشته، مال محسن رضایی نوشته، شما این کار کردین درست در این شرایط نباید می نوشتین خلیج فارس. ولی همه انانی گرامی، هرگز از یک رژیم شکنجگر ددمنش فاسد شما نباید انتظار من حفظ منافع ملی رو داشته باشید. همین مرده که احمدی نژاد بارها گفتم زیر آرم کشورهای خلیج فارس که اونا به غلط نوشتن خلیج عربی نشست، هم خودش هم متکی. رئیس پلیسشون آمد گفت خلیج عربی تو تلویزیون، تو تلویزیون جمهوری اسلامی. اینا منافع مردم ایران رو نمیدونه. ببینید چه خبره، میگن خط قرمز ما برای مذاکرات اتمی سوریه است. خط قرمزشون سوریه است و اتکاشون به اینه که به وسیله سوریه، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی که اونجا بیخ گوش اسرائیل هستن بتونن با ترسی که در اسرائیل به وجود آوردن، در ترسی که در عراق به وجود آوردن به دلیل مقتداست، ترسی که در افغانستان و نمیدونم جاهای دیگه به وجود آوردن، به عنوان یک قدرت برتر منطقه شناخته بشن. روابط رو ببینید با آذربایجان به چه حدی رسیده، به بدترین شکل ممکنش رسیده. پارسال در جریان اوروویژن، میدونید که اوروویژن، بله اجازه بده سامان جون دوباره این عکس رو ببینید، این عکس رو اون گوشه نوشته که اتحادیه کشورهای خلیج عربی، همون اونجا آقای احمدی نژاد نشسته، آقای متکی هم نشسته، اون بغلم
اسم خلیج فارس رو کردن خلیج عربی و ایشون رفته اونجا نشسته. خواسته رفع سوء تفاهم بکنه. گفتم دیشب در برنامه، گفتم که آقای علیف رئیس جمهور آذربایجان اومده بود ایران، یک کنفرانس مطبوعاتی براش تشکیل داده بودن. در این کنفرانس مطبوعاتی روزنامه نگاران طبق عادت معمول ایرانی گفتن دریای مازندران در اونجا نمیدونم قراردادی که بین کشورها بسته میشه چجوریه. آقای علیف تو خبرنگاران تو ایران گفت، گفتین چی؟ گفتن دریای مازندران. گفت من نشنیدم چه دریایی؟ اینقدر گفت، بعدم بلافاصله اضافه کرد که این دریا اسمش کاسپیانه و دریای خزر، نه مازندران. وادار کرد خبرنگاران ایرانی رو که بگم دریای خزر و کاسپیان. ولی حاکم قطر میاد تو ایران در جایگاه نمیدونم سرود ملیش وای میسته، یه سخنرانی کوچیک میکنه کوتاه و میگه خلیج عربی. آقای احمدی نژاد حرفی رو میزنه که محمد رضا شاه 20 سال 40 سال پیش گفته بود. میگه شما هم در بچگی توی کلاساتون این اسمو به این شکل خوندید. اونم گفت اشتباه کرده بودیم. ولی هیچ راه دیگه ای که نشون بده اینا برای حاکمیت ایران بر 3 تا جزیره و نام خلیج فارس چه اقدامات اساسی کردن نیست. یک سری دشمن درست کردن سر این که چسبیدن به این که شیعیان بحرین، عربستان سعودی، یمن، نمیدونم فلان بایستی مورد ظلم قرار نگیرن. خیلی خب به شما چه؟ مسئله ظلم قرار نگرفتن، تعدی به حقوق بشر، نقض فاحش حقوق بشر دیگه شیعه و سنی و نمیدونم مسیحی و یهودی و زرتشتی و باهایی بره میداره. همه انسان ها باید حقوقشون حفظ بشه. شما وقتی روی این مسائل حساسیت نشون میدید پول میدید. الان یه گزارش هست که نیروی در سپاه پاسداران به وجود اومده، دو تا نیرو، نیروهای تبلیغاتی و نیروهای عملی مثل سپاه قدس، این شعبه از سپاه قدس، برای اینکه از مساجد کشورهایی که مثل کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی، در مساجدی که به وجود اومده جمهوری اسلامی از این مساجد به نفع خودش و آزار و اذیت این کشورها استفاده کنه برای کارهای تروریستی، برای عملیات تظاهرات و نمیدونم ایزایی، برای منفجر کردن نمیدونم مؤسسات آمریکایی و غربی. گزارش مفصل راجع به این موضوع که چگونه اینا دارن میلیاردها پول خرج میکنن برای این کار، برای این که بله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروی قدس وابسته با آن که شبکه‌ای از ستادهای تروریستی را در سراسر جهان دارد، دو واحد مخصوص برای سرنگونی رژیم‌های منطقه و بیرون راندن آمریکا در منطقه تشکیل داده است. سپاه از مساجد امام علی در سراسر دنیا از جمله در آمریکا به عنوان ستاد عملیات خود استفاده می‌کند. به گزارش منابع مطلع واحد 110 واحد مدینه به نام دومی شهر مقدس در اسلام و محل دفن پیامبر اسلام، اکنون مأموریت بیرون راندن آمریکا از خلیج فارس و دیگر کشورها را دارد. واحد 110 در کار گردآوری اطلاعات است و واحد مدینه مسئول عملیات نظامی است. به گفته این منابع این واحدها در شهرهای شیراز و در جنوب ایران تحت فرماندهی غلام حسین قیب‌پرور مستقر شده. اینو روزنت نوشته. به گفته یکی از ماموران اطلاعاتی که قبلا در این منطقه خدمت کرده و حال از ایران خارج شده و از مخالفین رژیم است، دستورات این واحد جنبه دوگانه دارد: تشویق اعتراضات اقلیت‌های شیعه در بحرین، عربستان سعودی، یمن
و سایر کشورهای منطقه و آمادگی برای عملیات نظامی علیه تأسیسات دولتی در این کشورها. ببینید بودجه‌های میلیاردی رو برای این عملیات خرابکارانه چگونه اینا خرج میکنن. همین الان اینجاست که همه جهان نسبت به هر کار جمهوری اسلامی حساسیت داره، همیشه حساسن. اگرم تو یک مسئله واقعا جمهوری اسلامی حقیقت رو بگه کسی باور نمی کنه، همطور که در داخل هست هیچ کس حرفای اینا رو نمی پذیره، از بس که دروغ میگن، از بس دروغ گفتن. همیهنان گرامی، آقای کلاوس کلبر یه شخصیت خبری، یکی از برنامه گذاران تلویزیون دوم آلمانه، از سردبیران ارشد خبری این شبکه است، بسیار آدم وارد، رفت چندی قبل رفت ایران با احمدی نژاد مصاحبه کرد، به احمدی نژاد اجازه داد با سوالاش که تاخت بکنه، دوباره همون اراجیفو که هولوکاست اصلا اینطوری نبوده، نمیدونم چرا این صهیونیستا اومدن تو منطقه ما، شما اروپایی ها به اینا نمیدونم مثلا ظلم کردید، هولوکاست رو نمیدونم به وجود آوردید، اونم نه با اون تعداد، خیلی 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 کمتر، اینا چرا اومدن تو منطقه ما، چرا به عربا ظلم میکنن، چرا به فلسطینیان، چیزایی که اصلا بهش اعتقاد ندارن. بعد خیلی سوالات که آقای کلبر کرده، بعد برگشته آلمان. این مصاحبه با جنجال عجیبی در آلمان مواجه شد، بسیاری از روشنفکران آلمانی، سندیکاها، احزاب مترقی با آقای کلبر گفتن شما مگه ماس خورده بودی، چطور به این اجازه دادید که توهین بکنه به مردم اروپا، این حرفهای فاشیستی خودش رو، این صحبتهایی که پایه و اساس نه تاریخی نه علمی هیچی نداره اجازه دادی بگی و شما هیچی نگفتی. آقای کلبر میگه من با یه آدم روان پریش طرف بودم، آدمی یعنی دیوانه، که در اون افکار و عقاید خودش اصلا چنون غرقه که جهان رو نمیبینه. یادتونه احمدی نژاد اومد در دانشگاه کلمبیا، رئیس دانشگاه برای اولین بار در دنیا چه توهینایی بهش کرد و با چه لحن تحقیرآمیزی باهاش صحبت کرد. برای احمدی نژاد و امثال او و روزخانها این مسئله اصلا مهم نیست، اینا تحقیر چه میفهمن چیه؟ یه مش آدمای جانی سبو که به هر قیمتی شده با اون پول هنگفتی که زیر دستشونه یه ملتی رو حتی به سقوط کامل بکشونه، براش مهم نیست. عرق ملی نداره، شرف مطلقا. آقای حداد عادل گفت آقای سعید مرتضوی قول شرف داد، همون اندازه که آقای حداد عادل و اربابانش و بقیه از شرافت انسانی برخوردارن، این جلاداشون هم مثل سعید مرتضوی و نمیدونم اسدالله لاجوردی و داوود رحمانی و این جوانیایی که نمیدونم محمدی چیه گلپایگانی و رئیس دفتر روزخانه بزرگ محسنی اژه‌ای و نمیدونم اینا دیگه برخوردارن، فلاحیان و بقیهش یه مش جوانی. آقای کرباسچی رو آقای نقدی یه موقعی رئیس به اصطلاح مسئول امنیت رو نمیدونم چیه نیروی انتظامی بود، یعنی مسئول آگاهی و خبرچینی، حالا من اسم واقعیش رو یادم، آقای کرباسچی که خودشون بود تابع این رژیم بود، قانون اساسی این رژیم قبول داشت، امام خمینی رو به قول اینا قبول داشت، همه رو. آقای رئیس روزخانه یه جوری ناراضی بود ازش، حالا چرا نمیدونم، حساب کتابی نداره کار اینا.
ندا دادن به اون آقای نقدی، همین مردک شمفروش از فامیلیش که عراقیه دیگه، از عراق اومده و چون رفته نقده اونجا اسمش گشتن نقدی. بعدن هم یه مدت زندانی بوده چون میگفتن از نفوذیهای صدامه. حالا بعد راشو یاد گرفت که در جمهوری اسلامی برای ترقی کردن شما باید سبع باشید، خشن باشید، جنایتکار باشید تا بری زود بالا. سواد لازم نیست، تخصص لازم نیست، شرف لازم نیست، هیچ، فقط و فقط سبعیت، آدم کشی، آدم ها رو خوب بتونی بکشی، شکنجه بدی، آزار بدی، ترقی میکنی فوری همشون. ایشون اومد آقای کرباسچی رو با 40 خورده نفر از این شهردارا گرفت برد در زندان عمومی، نه زندان های رسمی، نه در زندان های خونه های نمیدونم که قبلا اجارهش رو از دولت میگیرن، زندان های خصوصیه. مملکت ببینی چی کار کرد، به به چه بهشت ساختن. بردن اونجا شکنجه های وحشیانه، ضبط صوت هم گذاشتن، از اینا اقرار گرفتن، بعد هم آوردن تحویل آقای اژه‌ای دادن، در یک دادگاه همه اینا رو محکوم کردن. شما خیال میکنید بدون اجازه روزخان بزرگ یه مردکی مثل این نقدی قادره بیاد بره بشینه شهردار رو نمیدونم شهرداران مناطق 40 گانه رو ببره شکنجه بده، اقرار بگیره بیاد دادگاه محکومشون کنه، در مملکتی که همه میگن آقا، حضرت آقا هرچی بگه همونه، رئیس قوه قضاییه میگه ما تابع آقایی، یعنی گور پدر قانون. قاضی یعنی چی؟ آقا قاضی القضات مملکت میگه ما گوشمون به فرمان آقاست. رئیس مجلس میگه اینجا خانه آقاست، نمیگه خانه ملت، که نیست البته، اون طبیله که خانه ملت نیست، که اون طبیله مرکز گوسفندانیست، اون آقل که بعبع بکنن برای رهبری، نه برای مردم. اینا منتخب مردم نیستن که، هیچ کدومشون. مگه اون رئیس روزخانه منتخب مردمه؟ شورای نگهبان منتخب مردمه؟ خبرگان منتخب مردمه؟ اون رفراندوم اولیه‌شون هم کلک بود. مردم نقشی نداشتن در کارای اینا. اینا خیال کردن یه دری به تخت خورده نشستن، قدرت هم گرفتن، حالا پول یامفت دستشون از پول نفت مردم ایران و یک نیروی سرکوبگر میزنن تو سر مردم و تا خدا خداست اون بالا نشستن. خشم ملت هم گفتن خب 2 سال قبل بود سرکوب کردین، با موتور سوار و جانی و چاقوکش و صدها نفرم کشتن، بعد گفتن 8 نفر، اون 8 نفر هم 7 تاشون بسیجی بودن، خودشون گفتن. یه نفر گفت ما رفتم توی سردخانه های اطراف تهران، بعد در سردخانه رو واکن یکی شد، گفت همطور جنازه رو هم دیگه بود، گفت حالا برو ببین بچهت کدوم ایناست. دولت ابر قدر قدرتی که ابر قدرتی که به قول خودشون از برگزاری مراسم تشییع جنازه ایرج قادری یه هنرپیشه ایرانی میترسه. ساعت 4 صبح روز یک شنبه ایرج قادری میمیره، ساعت 10 صبح روز یک شنبه جنازه‌شو میذارن تو یه دونه آمبولانس میبرن بی بی سکینه کرج، نه قبرستان هنرمندان، در حضور 10-15 نفر به خاک میسپارن. خانواده‌ش هم مجبور میکنن خانم تأمینه همسرشو که بنویسه طبق وصیت ایرج قادری هیچ مراسمی تشکیل نمیشه، پول اون رو خرج فقرا و نمیدونم بنیادهای خیریه میکنه. ترس رو ببینید، چون اینا امتحان کردن. شادروان فردین که فوت کرد 10,000-100,000 نفر در ایران قیام کردن، 3 تا نقطه رو اینا خواستن مردم رو از نظر فکری مخشوش کنن، گفتن اول گفتن در فرانجاست، بعد گفتن در فران، 3 تا نقطه رو گفتن. هر 3 اینجاها 10,000 نفر جمعیت رفتن اونجا،
و وقتی که جنازه فردین حرکت کرد، حیرت آور بود این همه جمعیت. اینا رفراندومه، اینا یعنی نظرپرسی. برای اینه میترسن. پرستو فروهر گفتم سال یک بار بلند میشه میره در ایران در خانه پدرش، همون جایی که مامورین جلاد این حکومت روزخانها آمدن پدر و مادرش رو تکه پاره کردن، میره یه مراسم ساده برگزار کن سالی یک بار. تمام قدرتشون رو تجهیز میکنن برای اینکه این مراسم برگزار نشه. چرا؟ میترسن همینانان گرامی، میترسن. این قدرت پوشالی رو نگاه نکنید، موتور سوارا و نمیدونم کمن میندازن از دیوار میرن بالا و صورت ها رو میپوشونن. اینا با هم دیگه قدرتمندن، ولی ترسوترین حکومت ها این جمهوری اسلامی، باور کنید چنون از شماها میترسن، از نیروی ملی و توان ملی که تا یه خبری میشه آرامش ندارن. از پارسال، در دو سال قبل تا به حال، اینا هرگز یک شب آسوده نخوابیدن هیچ کدومشون. اینو باور کنید، این همه زندانی، این همه شکنجه، این همه آزار و این همه سبعیت نشانه ترسه، نشانه ترسه. دیدین؟ بعضی ها تو تاریکی میترسن آواز میکنن، چه یعنی بله ببینیم ما چه خون سردیم آواز میکنن. اینا هم همینطوره، اینا هم همینطوره. من خطابم به بچه هاست، به جوان هاست. نیرو و توان شما بی نظیره، بی اندازه است و این نیرو و توان رو باید تقویت کنید. اینا نمیتونن ادامه بدن، اینا نمیتونن ادامه بدن. من یه چیزی رو همیشه دلم میخواد بگم به بچه ها، به جوان ها، به عنوان یه آدمی که پیر شدیم دیگه. ما ملت آلمان خواستنش باعث شد بعد از جنگ بین الملل دوم بریم فیلم های مربوط به آلمان رو نگاه کنید، سنگ رو سنگ بند نبود، هیچی نبود. همین کلنی که من تو زندگی میکردم 75% نابود شده بود در زمان جنگ، شاید هم بیشتر. منطقه نزدیک رور بود دیگه، منطقه معادن زغال سنگ و نمیدونم قسمت هایی که کارخونجات عظیم آلمانی اونجا بود، کروپ، منسمن، نمیدونم اینا، تمام اون مناطق رو داغون کردن هواپیماهای متفقین. برلینی که اصلا نابود شد، تکاتوک ساختمان موند هستش. شما الان دلم میخواست سامان اگه میتونست این قسمت‌های از این جنگ بین الملل دوم، این شهرهای آلمانی رو به شما نشون بده و ببینید که چجوری این شهرها نابود شده بودن. ولی ملت آلمان خواست و توانست، خواست و توانست. بیشتر جوانای آلمانی یا اسیر بودن یا کشته شده بودن. تو شهرها زنها مونده بودن و بچه های جوان و پیر مردا. همینا، این آجرهایی که از این ساختمان های خراب ایجاد شد، اینا رو همه رو شروع کردن. سامان جان میتونی این چیزها رو نشون بدی؟ سامان داره. بله سامان جان، میتونی شهرهای آلمان رو بعد از جنگ بین الملل دوم اگه تو دستت نشون بدی؟ شروع کردن این آجرا رو، این آشغالای رو آجرا رو گرفتن. داشتم تعریف میکردم برای بچه ها، ماهای طولانی بچه ها، زن ها و پیر مرد ها کارشون این بود که آجرها رو سالم بکنن، آشغالای دورش رو بگیرن و با همون ساروچ هایی که از این آجرات به دست اومده بود به اضافه یه مقداری کمی سیمان،
شروع کردن خیابان به خیابان، محله به محله آلمان رو ساختن. کارخونجات هم برده بودن متفقین، دستگاه رو پیاده کرد یا خراب شده بود. دوباره این مردم آلمان روی توان ملی و خواست ملی آلمان رو ساختن دوباره. بعد از 10 سال بعد از جنگ بین المللی دوم که برلین، شهر برلین داغون شده بود، میبینید تو فیلم ها هست، برلین اصلا چیزی ازش خرابه، همه جا خرابه، فرانکفورت خرابه، کلن خرابه، دوسلدورف خرابه، همه این شهرها در اثر بمباران های متفقین نابود شده بود. ولی بعد از 10 سال شما نمونه هایی از خرابه های این شهرها رو میدیدید. در برلین یه کلیسایی که مورد نمیدونم حملات هوایی، نگاه کنید، این آلمانه، این آلمانه بعد از جنگ عمیانه گرفت. اینا رو بهش میگن خواست ملی، توان ملی. این خواست و توان در شما هم هست بچه ها. نگاه کنید این شهرهای آلمانه، هیچ چیزی نموند، هیچ چیزی، نگاه کنید باقی نموند. و این ملت ساخت اینا رو. الان از نظر صادرات آلمان همچنان در رتبه اوله، بعد از آلمان به فاصله خیلی زیاد ژاپن و آمریکا و دیگر کشورها میان. دیشب در برنامه من با دکتر دانش صحبت میکردیم، بس بر سر این بود، به علت توان مالی بالای آلمان بسیاری از مردم کشورهای همین اتحادیه اروپا مثل کانادا، ببخشید، مثل پرتغال، مثل اسپانیا یا کشورهای شرقی اتحادیه اروپا، چون ضعف اقتصادی دارن پولا رو آوردن تو آلمان در بانکهای آلمانی گذاشتن با بهرهای بسیار کم، شاید هم اصلا بهره نمیگیرن، فقط برای اینکه بدونن بانکا مطمئنه. بله این آلمان بعد از جنگ، نگاه کنید چیکار کرد. نگاه کنید عمیانان گیرم. بله اتفاقا این شهر خود ما کلنه، بله شهر کلنه داره نشون میده، خیابان مرکزی شهر کل. حالا شما فکر کنید اینا آمدن پولاشون رو با درصد بسیار پایینی میذارن در اختیار بانکای آلمانی، آلمانی ها همین پولا رو میگیرن به همون کشورها، پولدارا اینا اومدن اونجا پولاشون رو گذاشتن، همین پولا رو با 8% با 7% بهره میدن به دولت‌های مثل یونان، میدن به دولت‌های مثل اسپانیا، پرتغال، ایرلند، همون مردم اون کشور اومدن پولا رو گذاشتن اینجا، اینا این پولا رو میدن دوباره با بهره‌های بالا به خود اون کشورا. اینه همین الان گیرم، خواست ملی و ابتکار ملی که هر دوش در میهن ما هست. اینا بچه ها جوان های ایرانی، این ملاها و آخونده محکوم به فنان، باور کنید اینا محکوم به رفتنن و خواهند رفت. ایران ماست که باقی میمونه. من نمیدونم کسای همسن من، ما نسلهای گذشته میریم، این شماهایی که میمونید، شما هم پیر میشی میرین، این ایرانه که میمونه. این روزخانه ها حالیشون نیست، این مردک خیال کرده اون بالا نشسته هی بادش میکنن، همیشه اینطوریه. این نمیدونه چه خبر دنیا، خیال کرده همه وسایل سرکوب رو در اختیار داره، پس بنابراین ملت خفه شده. و با اون مردک بشار اسد هم یاد داده که برای اینکه بمونی، برای اینکه باید سرکوب کنی به سرحد نابودی. 10,000 نفر کشته، ملت ساکت شدن در سوریه؟ نه. 2 سال پیش اینا مردم ما رو سرکوب کردن با اون توحش، ساکت شدن؟ کی ترسید این وسط؟ مردم ما یا آخوندا یا این اراذل اوباش دوره‌ورشون، کی ترسیده؟ اینا نیروی ملی رو هرگز نفهمیدن یعنی چی.
یک پروژه گاز قرار بوده درست کنن، پالایشگاه گاز بیت بلند دو، قرار بوده سرمایه اولیش 3.5 میلیارد دلار باشه و قراردادش هم با بانک صادرات، با هم مردک جهرومی جانی که از نزدیکان آقای جنتیه و الان ول میگرده مثل آقای خاوری که در رفته، اونم میگرده. احمدی نژاد هم اعتراض کرد گفت آقا این اصل کاری شما ول کردین، حالا 3.5 میلیارد دلار هیپ و مل شدیم وسط، بودجه ای که قرار بود برای این پالایشگاه گاز بیت بلند دو بدن از بین رفت. قرار بود در مرحله اول 10,000 کارگر ایجاد بشه کار براشون، بعد تا 100,000 تا بره بالا در قسمت های مختلف، گاز مایع درست کنن، پالایش بکنن، چه کار بکنن. و قرار بود تا 2 ماه آینده این پالایشگاه کارش رو شروع کنه، حتی قدم های اولیه رو بر نداشتن. حالا صحبت کردن گفتن چی شده، گفتن متاسفانه، حالا براتون میخونم. آقای اوجی که معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی نیست هست، به پرسش درباره اثرات سوء اختلاس بزرگ و به دنبال آن بسته شدن اعتبارات بانک ها بر این پروژه پاسخ نداده و تنها اعلام کرده است که منابع مالی لازم برای این پروژه به زودی تأمین خواهد شد. حالا کی؟ برین دنبالش. بر اساس قراردادی که در بهمن سال 1389 میان بانک صادرات و شرکت ملی گاز ایران امضا شده بود، بانک صادرات موظف بوده است 80% از بودجه لازم، یعنی 3.2 میلیارد دلار برای دو پروژه پالایشگاه بیت بلند دو و واحد اتان پالایشگاه پارسیان بپردازد. اما با گذشت 15 ماه از 24 ماهی که برای تکمیل این پروژه در نظر گرفته شده، هنوز هیچ منبع مالی برای آن تعیین و اعلام نشده است. در همین حال به گفته مسئولان شرکت گاز پروژه بیت بلند، قرار بوده نزدیک به 10,000 شغل در ابتدا و 100,000 شغل در آینده ایجاد کند، اما به گزارش خبرگزاری مهر در حال حاضر فقط نزدیک به 200 نفر در محل این پالایشگاه مشغول به کار هستند. هدف از اجرای پروژه پالایشگاه بیت بلند دو تولید روزانه 57 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، تولید سالانه 1.48 میلیون تن اتان و 1.51 میلیون تن گاز مایع اعلام شده است که هیچ کدوم به تحقق نپیوسته است. همینانی گرام حقوق معلمان هم که هیچ، یک اعلامیه بلند بالایی از طرف کانون صنفی معلمان صادر شده که نوشتن که شما هیچ کدوم از خواسته های معلمین رو نه تنها برآورده نکردید، بلکه خواسته های اونها رو آوردید امنیتیش کردید و به همین جرم بسیاری از معلمان شریف رو میگیرید. نه بهشون عیدی دادین، حقوق معوقه دارن، روز به روزم وضع مملکت خرابتر و گرانتر میشه، اینا چجوری زندگی کنن؟ کانون صنفی معلمان نوشته. کارگران هم همینطورن، هزاران کارگر شریف میهن ما بیکار شد. برای حکومت عرازل و اوباش و آخوندی فرق نمی کنه. همیهنانی دارم سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.